همایش مراکز علوم قرآنی آستانهای مقدس عراق برگزار شد. مراکز علوم قرآنی آستانهای مقدس عراق با حضور در مرقد متحر صحابی جلیل القدر جناب میسم تمار در استان نجف اشرف این همایش را برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری شیه ویوز، شیخ خلیفه الجوهر معاون طولیت مراقد مقدس عراق طی سخنانی در این همایش گفت، قرآن یک برنامه و روشی برای اصلاح است و این مراقد متحر که از شمال تا جنوب کشور عراق قرار دارند باید به مراکزی برای اصلاح جوانان و حمایت آنها از آسیب ها و حجمه های فرهنگی تبدیل شوند. وی در ادامه سخنان خود گفت برای مبارزه با فساد باید به قرآن کریم رجوع کنند لذا تولیت مراقد مقدس عراق در نظر دارد با هدف توسعه انسانی با همکاری مراکز علوم قرآنی استانهای سراسر این کشور اقداماتی ویژه را به اجرا درآورد گفتنیست در این همایش مقرر شد تا به مسئولان، اساتید و معلمان مراکز علوم قرآنی اختیاراتی بیشتر اعطا شود و کمبودها و کاستیها در کادر و یا امکانات آموزشی به طور کامل برطرف شوند.